السلام علیکم هموطنان عزیز، اینجا ولایت سوخت شهری اسفره، برنامه سفری بهترین را آغاز میکنیم. ما به شما شهری اسفره را نشان میدیم. رفتیم. تماشابینان عزیز، ما شما را به نزد شخصانی آوردیم که نو حیات را آموخته ساده. ما شما را به نزد دسترکانی شهری اسفره آوردیم. رفتیم تماشا میکنیم. مؤسسه دولتی تیاری تو مکتبی رقم 20 از سال 1976 فعالیتش را آغاز کرده است. کودکستان دارای 8 گروه بوده، 214 نفر کودکان خوشبخت دوران استقلال در اینجا تربیه میگیرند. السلام ای دوستانی محترم، من پیام از اونچه ها می آورم. خیر مقدم نور دیده تاج سر، خوش وزیراهی کنم از بحر و بر. ما سلام آورده اید، ما پیام آورده اید، بحری شمایان دوستان صد سلام آورده اید. السلام ای نیمانان، السلام ای عزیزان، خوش آمدید مرحبا بر عالمی کودکان. 15 نفر کارمندان پدگوگی که از اینها 3 نفر با تخصصی عالی، 8 نفر تخصصی یکم، 3 نفر تخصصی دویم و 1 نفر با معلومات میانه مخصوص فعالیت دارند. این یکی از کودکستان بهترین شهر بوده. تجربه پیش قدم مربیان در شهر و بیرون از آن پند کرده می شود. از طرف مربیان مؤسسه 22 دستورهای متدی از چاپ برآمده در مقیاس شهر پند کرده شده اند. مربیان این مؤسسه همه ساله در آزمون مربی اشتراک نموده، غالب آزمون شهری در سال 2019 گردیده اند. مؤسسه با مربیان پیش قدمی خود به مثل مجیدوه و یادگاروه افتخار دارد. غیر از این، مؤسسه فعالانه در تمام چاره بینیهای سیاسی و فرهنگی شهر شرکت می‌ورزد. We'll be right back.
دوست رویکان شهری این مؤسسه تاریخ زیاد از 100 ساله داشته. سال 1902 فعالیتش را آغاز نموده است. محل بکان انگشتی رقم 8 که از سال 1939 کارکردش آغاز یافته، از چقوری 465 متر انگیش استخراج کرده می شود. این کان را از دوره شوروی با نام لنین می دانند. در تاریخ کارگاه سال 1978 استخراج انگیش زیاده به 1,000,000 تن رسیده بود. در این کان انگیش صفت بلندی سیاه تاب استحصال کرده می شود. 400 نفر انگیشتگان در دو بست با استخراج انگیش مشغولند. تماشابینان عزیز، وقتی که من وارد کان شدم فهمیدم که در حقیقتن انگشتکم ها مردانی قوی اراده هستند. این کارگاه تمامی ولایت سوخت را با انگشت خوش صفت تامین میکند. انگشتنگ از همین جایی استحصال می شود. با ما باشه. عزیز، انگشتی که ما همراه انگشتگان ها آماده کردیم به خانه شما می رود. هر یک شهر باید بیمارخانه داشته باشد. ما شما را به بیمارخانه بهترین شهر اسفرا می بریم. آماده باشید. بیمارخانه مرکزی شهری اسفره. آدمان به این درگاه بارزی سیاحت شدن می آیند. حالا رفتی کاری بیمارخانه را به شما معرفی می نمایم. رفتیم. در بیمارخانه مرکزی شهر و بیمارخانه های رقمی همگی 2068 نفر کارمندان فعالیت می برند. از آنها 195 نفر طبیبان بوده، 111 نفرشان طبیبان درجه عالی، 24 نفرشان طبیبان درجه دویوم، 8 نفرشان طبیبان درجه سیوم می باشند. همشیرگان تیب 1016 نفر بوده، 215 نفر همشیره دارای درجه عالی، 104 نفر همشیره درجه یکم، 97 نفر همشیره درجه دویوم می باشند. در بیمارخانه مرکزی شهر اسفرا 9 نفر طبیبان و همشیرگان تیب دارای عنوان علاجی تندرستی می باشند. 1 نفر طبیب دارای عنوان علمی. طبق سپارش رئیس ولایت محترم رجب احمدزاده و دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی به 1110 نفر عملیات ختنه کودکان رایگان گذرانیده شد. در شعبه های جراحی خردسالان بیمارخانه مرکزی حجره برای گذرانیدن عملیات ختنه به مبلغ 3000 سومانی تشکیل کرده شد.
در اساس قرار حکومت جمهوری تاجیکستان آید اجرایش برنامه رشد اجتماعی و اقتصادیات اسفره برای سالهای 2013-2017 از حساب بودجه حکومت جمهوری تاجیکستان 600,000 سومانی برای تعمیر کلی شعبه های آسیب شناسی جدا شده در سال 2017 شعبه پورا از تعمیر برآورده شد. در بیمارخانه مرکزی شهر آید به از نوسازی درآمدگاه و تعمیر کلی شعبه قبول یک زمره کارهای آبادانی به سامان رسانیده شد. سالمی ملت پایندگی آن را تامین می نماید. تطبیق ثمرناک استراتژی ملی سالمی اهالی جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2010-2020 و دیگر برنامه های قبول شده دولتی بنیاد مؤسسه های تندرستی، تعمیر و تجدید مؤسسه های موجوده و با تجهیزات معاصر تامین نمودن آنها می باشد که برای اجرایش این بند در بیمارخانه مرکزی در سال 2018 با مقصد بهتر نمودن خدمت رسانی به اهالی از حساب مخصوصی بیمارخانه شعبه ها و با تجهیزات و لوازمات های طبی دمانوی تأمین کرده شدند. با دستگیری صاحب کارانی با ننگ و ناموس اسفره مجلسگاه شعبه تولدخانه از تعمیر کلی برآورده شد. با مقصد آبادانی و سازندگی در همه مؤسسات تندرستی خدمات هسپتالی منطقه های بیمارخانه به شعبه های علاهیده تقسیم کرده شده هر روز شنبه با اشتراک همه کارمندان شنبگی گذرانیده می شود. چایخانه شبوده اوش پلو اینجا بامزه اینطور باشد. تماشا میکنید رفتیم. چایخانه شبوده سال 1959 چون طربخانه تابستانه تاسیس داده شد. پس از گذشت وقت ها طربخانه به چایخانه تبدیل یافت. همه روزه چایخانه به 250 نفر میز و جان با دو نمود آش پلو محلی با روغن زغیر با روغن دنبه پیشکش می نماید. چایخانه در ساحل دریاچه اسفره واقع بوده، طبیعتش به انسان شفا بخش می باشد. تماشا بینان عزیز، حالا خواننده مکتب پریزیدنتی برای خوانندگان بالای قد در شهر بوستان شاهزاده انورزاده برای شما یک شعر در وصف تاجیکستان میخواند. نوبت را به شاهزاده میدیم. تاجیکستان прекрасен ты зимой когда покрыт пушистым белым снегом весной когда цветут сады холмы и даже небо и летом знойную жару, когда укрыться можно лишь в тени твоих деревьев, стоящих у берегов прохладных горных рек. И осенью, когда базары ломятся от фруктов, и запах родины запомню я навек. برای استحصال آش پلوی چایخانه شبوده مهمانان مخصوصا از شهر خوجند، کانی باتوم، شهر فرغانه جمهوری ازبکستان و از جمهوری قرقیزستان تشریف می آورند. باید قید نمود که چایخانه شبوده اویلوی بوده از طرف آریپوف سفر عبداللویویچ رهبری کرده می شود. این چایخانه میزاجان زیاد داشته، سالهای طولانی آش نامدار این چایخانه را استعمال می کنند.